دوستان سلام، در خصوص دو تا محصول گاندرمایی که در حال حاضر توی بازار موجود هستش میخوام صحبت بکنم. اولین محصول بدون هیچ گونه تاییدیه و آدرس و مجوز داره توزیع میشه و هیچ تاییدیه‌ای نداره و جالب اینجاست که ما با شخصی که اینها رو داره توزیع میکنه توی عطاری تماس گرفتیم و به عنوان اینکه ببینیم به چه صورت کجا داره تولید میشه. این آقا داره توی خونه‌شون توی آفتاباد تولید میکنه و وقتی صحبت تاییدیه شد هم تلفن رو قطع کرد. محصول بعدی که میخوام براتون صحبت بکنم محصولات دکتر بیز هستش که کاملا داره تاییدیه هست، ترکیباتش و آدرس هایی که داخلش هستش و تاییدیه سازمان غذا داره. این بسته ها به صورت ساشه های 20 گرمی هستش که این ساشه ها به خاطر این بسته بندی میشه که اکسیداسیون توی هوا صورت نگیره، ولی این بسته رو نگاه بکنیم ببینیم به چه صورت هستش. گاندرمایی که داره توی عطاری توزیع میشه اصلا معلوم نیست پودر هاش گاندرما هستش یا نه. خودتون قضاوت بکنید که حاضر هستیم به خاطر اینکه مبلغ کمتری رو پرداخت بکنیم از این محصول استفاده بکنیم یا محصولی که تاییدیه داره. عرضم به خدمت شما که سلام، این وضعیت فروش قارچ گانودرماست که جدیداً به خاطر اینکه محصولات گانودرما با برند دکتر بیز تونسته بازار ایران رو به دست بگیره و سلامتی مردم رو بهشون ببخشه، مردم همه انگیزه پیدا کردن قارچ گانودرما بفروشن و بدون هیچ گونه مجوزی، حتی لینک اینستاگرامش رو هم پاک کرده. بعد یه بوی خیلی بد، بوی واقعا بوی بدی میده و این هم شکلشه، بوی مثلا کودی که پای مثلا درخت توت ریخته باشه، مثلا یه همچی بوی میده. بعد هم این شکلشه، این ظاهرشه و دیگه خودتون میتونید انتخاب بکنید که از محصولات با مجوز استفاده بکنید یا این محصولاتی که خیلی ها دنبالش میگردن که قارچ رو به صورت پودر شده استفاده بکنن. این هم شکل داستان.